بسم الله الرحمن الرحیم. ریاضی صنف 8 فصل اول درس سوم و موضوع درس ما است تاریخی عمومی استخراج جذر مربی تقریبی. ما البته می فهمیم که برای پیدا کردن جذر مربع یک عدد ما دو طریقه عمده داریم که در سنف هفته ما کار کردیم. یک طریقه طریقه تجزیه است و طریقه دیگر طریقه عمومی است. حالا ما توجه ما زیادتر بالای طریقه عمومی است و به این شکل ما یک مثال کار میکنیم. عدد اگه داشته باشیم باشه 625 625 و از ما اگر خواسته شود که جذر مربع از این ما پیدا کنیم چی میکنیم؟ به طریق عمومی ما 625 تحت یک جذر کلان نوشته میکنیم. خب حالا ما عدد 625 از سمت راست به چپ به دو دو عدد تقسیم میکنیم، به دو عدد جدا میکنیم. 25 یک عدد و باقی 6 مانده. خب 6 سمت چپ ماند، نگدد نیستن، پس 6 علایده. حال عدد پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم، یا مساوی با 6 شوه یا از 6 کوچکتر. ما عدد نداریم که ضرب خودش کنیم مساوی با 6 شوه، پس عدد چی میکنیم؟ عدد پیدا میکنیم که ضرب کنیم از 6 کن خورتر عدد دوستن. دور بالا نشه میکنیم با دور دهی قسمت، دور ضرب دو میکنیم، دو ضرب دو حاصلش میشه، مساوی میشه با چند؟ دو دو چار. 4 دقیقه قسمت نشه میکنیم، خط کش میکنیم، 625 هم از اینا تفریق میکنیم، از 6 که 4 بره 2. ما دو دخانه که جدا کردیم دو دخانه پایین میکنیم، 25 پایین میکنیم، 25. عدد 2 که دیجه داریم ایره دو چند میسازیم، ای دوره ما دو چند میسازیم، یعنی دور ضرب دو میکنیم مساوی میشه با 4. نوشته میکنیم اینجا 4 کمیتر بزر نوشته میکنیم 4. حالا یک عدد دیگه رو پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم و ضرب 4 کنیم. عدد 225 بته و یا اگه 225 پورا نمیته 225 کمتر و این عدد ما عدد 5 است. 5 کنیم 25. 25 5ش ببخشید. 5 ما 25. 25 5ش حاصل بر 2. 5 و 20 22 میشه. اینا رو تفریق کنیم میشه 0. پس نشه کدام میتونیم که جذر 625 ما مساوی با چند شد؟ این عددی که در قسمت بالا است او است جذر مربع. جذر مربع 625 مساوی میشه با عدد 25. این بود طریقه عمومی. ما می ترتیب یک مثال دیگه می خواهیم کار کنم. ما فرض کنیم عدد داشته باشیم باشه عدد 11 69 64 و از ما خواسته شده که جذر مربع زیر پیدا کنیم. ما چی میکنیم؟ از طریقه عمومی استفاده میکنیم. چرا؟ اگر از طریقه تجزیه همیشه عدد اگه خرد باشه میشه، اما از طریقه اما عدد کلان اگه باشه طریقه تجزیه بر ما مشکل تر میباشه. ما شروع میکنیم از طریقه عمومی. با طریقه عمومی عدد که می خواهیم تجزیه کنیم تحت یک جذر کلان نوشته میکنیم. نوشته میکنیم 11 69 64. این اعداد از سمت راست به چپ با دو دو سه دو دو خانه جدا میکنیم. عدد اولی ما که 11 است، عدد پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم، یا 11 رو بده یا 11 کوچکتر. این عدد است عدد
ما عدد نداریم که ضرب خودش کنیم 11 را بده. بران عدد پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم از 11 کده کوچکتر باشه. عدد 3 نشان میکنیم 3 3 3 ضرب 3 9. خط کش میکنیم از 11 9 را تفریق میکنیم میشه 2. دو خانه که جدا کردیم ما از می دو خانه پولیش هم ما تا میکنیم 69. ایده تا را ما تا کنیم. عدد 3 که در سمت چپ هسته ایده چپ سه ما رو دو چند میکنیم. دو چند سه ما چی هسته؟ دو سه 6 6. ایده شما نشان بتونم که 3 ضرب 2 مساوی میشه با 6. خب حالا عدد پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم و ضرب 6 کنیم، یا 269 را بده یا 269 عدد کمتر. اگه پوره بده خوب، اگه نیکنه تا 269 عدد کمتر. یه عدد است عدد 4. 4 در بالا نشته میکنیم، در پولی 6 نشته میکنیم. 4 ضرب 64 میکنیم. این 4 ضرب 64، 4 ضرب 64 کنیم میشه 256. خط کش میکنیم، تفریق میکنیم، از 269 256 13. باز این دو خانه دیگر را هم پایین میکنیم 64. حالا چی میکنیم؟ طبق قبلی عدد 4 دو چند میسازیم؟ یعنی 4 ضرب 2 میکنیم، 2 4 8 نوشته میکنیم 8. 6 خودش 6 دو چند نمیکنیم، صرف عدد که در سمت اول هستم، عدد که در سمت راست هستم این دو چند میکنیم میشه 68. حالا عدد دیگه رو پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم و ضرب 68 کنیم، بر ما بتم عدد 1364 و یا از یک کمتر. بتوی اگر درست عدد دو، دو ضرب دو 4، 8 دو 16، 1 آسل 6 دوازده و 1 13 آسل شد، باقی من سفر. خب ما نوشته کده میتونیم حالا که جزر مربع 11 69 64 است مساوی به 342. حالا ما بعض وقت به اعداد برمیخوریم که جزر مربع اونا عدد تام نمی باشه. در این دو مثال ما عدد 625 و عدد 1,16,964 جزر مربع از اینا هسته عدد تام 25 342 هر دوش تام هست. اما بعض اوقات و یا بسیاری اوقات به اعداد برمیخوریم که یا خودش اشاری هسته و یا ای که آسل ضرب از او می باشه جزر مربع از او یک عدد اشاری می باشه عدد تام نمی باشه. پس ای تو عدد ما چطور می تونیم جزر مربعشان پیدا کنیم؟ حالا اما تو یک دو عدد ما می خواهیم مثال شکار کنیم. قسمت تخته را پاک می کنم. خب حالا عددی که ما یک عدد ما می بینیم که جزر مربع از او عدد تام نباشه بلکه یک عدد اشاری باشه، و ای تو عدد ما چطور می تونیم که جزر مربعش پیدا کنیم؟ فرض کنیم عدد ما باشه 14 1438. جزر مربع از این رو بخواییم پیدا کنیم چی میکنیم؟ بازم اول ما عدد تحت یک جزر کلان نوشته میکنیم 1438. از سمت راست به چپ دو دو عدد جدا میکنیم، عدد پیدا میکنیم که ضرب خودش کنیم یا 14 شود یا 14 کمتر. اول خب کوشش میکنیم عدد باشه که ضرب خودش کنیم که مساوی با 14 شود. اگر نبود باز از او کده یک عدد خورتر. یه عدد است عدد 3. 3 را ضرب 3 میکنیم 9. از 14 9 را تفریق میکنیم 5. دو عدد دیگه ما را پایین میکنیم 38. 3 را ما دو چند میکنیم؟ 2 ضرب 3 6. حالا عدد پیدا میکنیم که ضرب خودش و بعد ضرب 6 شود و
برای ما یا 538 را بده یا 538 خورتر. این عدد است عدد 7. 7 ضرب 67 میکنیم میشه 469. از 538 469 را تفریق میکنیم میشه باقی میمانم از 8 که 9 برم 9 باقی، از 18 که 9 برم 9 باقی، از 12 ما که 6 برم 6 باقی. خب حال 69 ما 37 جذر پیدا کردیم، اما 69 که هسته باقی مونده. پس چی میکنیم؟ میتونیم که یک خانه اشاری بانیم در اینجا دو دونه صفر، بعد از اینکه خانه اشاری موندیم دو دونه صفر در پاریزی بانیم و برای پیدا کردن جذر زیبا ادامه بدیم. طبق قبلی هفته دو چند میکنیم؟ 14. یک و شش ما هفت، هفتاد و چار. حال عدد پیدا میکنیم که یا 6900 بته یا زیگر کمتر شوه. بعد از خانه اشاری البته یه عدد است 9. 9 را ضرب 749 کنیم میشه 69. ایجا باید یک خانه اشاری باید بانیم، 69 خانه اشاری و دو دانه صفر. حالا ضرب میکنیم 981 8 4 36 36 و 8 ما 36 و 8 ما میشه 44 اشاریه و باقی چه که ضرب داریم 763 63 و 4 باقی میمانه. بازم خانه اشاری چیجا میمانیم؟ در خانه اشاری است، در خانه اشاری جا میمانیم 1.59. از 69 که در تفریق کنیم 1.59 و 1.59 که هست باقی مانده است. شما میتونین که باز هم دو صفر دیگه بانین و این ادامه بتین، اما این تعلق میگه برای که سوال پسان میکنه. بعضی سوال با شما میگن که جذر مربی عدد تا یک خانه اشاری پیدا کنیم، ما تا یک خانه پیدا کنیم. اگر از ما گفته شود که خواسته شود که تا دو خانه اشاری پس دو صفر دیگه میمانیم، باز هم به میتونی قدمه میتیم. خب حال ما جذر مربی 37 اشاری نور که پیدا کردیم، این یک جذر مربی چیست؟ تقریبی است. نشته کدم میتونیم که جذر مربی 1438 تقریبا مساویز به عدد 37.9. یعنی ما نتونستیم یک عدد پیدا کنیم که ضرب خودش کنیم 100% بر ما 1438 بودن. درست هستن؟ اما عدد پیدا کنیم که به مو 1438 اگه ضرب خودش کنیم به 1438 نزدیک میشن. این عدد 37.9. از این خاطر قسمه که در عنوان هم گفتیم، در عنوان هم ما نوشته کردیم، یک جذر مربی تقریبی هستم. از این خاطر ما بالای مساوی علامه چی رو نشان میکنیم که به این معنی که جذر مربی تقریبی. و از درسای گذشته باید داشته باشیم و عددی که جذر مربی زیر ما پیدا کرده نتونیم، یعنی فکس عدد پیدا کرده نتونیم که ضرب خودش کنیم، اما عدد اصلی مربته و عدد چی میگیم؟ عدد غیر ناطق. عدد 1438 ما که است عدد غیر ناطق است. از این لحاظ جذر مربیش که است جذر مربی تقریبی میده، یعنی که عدد غیر ناطق همیشه چی دارن؟ جذر مربی تقریبی دارن.